سلام. سه شنبه 21 آذر 96 12 دسامبر 2017 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنم، اما ابتدا عذرخواهی میکنم از اینکه به دلیل مسافرت برنامه در هواپیما داره ضبط میشه و احتمالاً صداهای اضافه ای ممکنه باشه. موضوع اول اینکه یک شعار بازنشستگان در تجمع بزرگی که چند هزار نفر جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند در شبکه‌های اجتماعی به شدت داره میچرخه. این شعار این است که عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباس امروز. این شعار که لبه تیز حملش متوجه روحانیت حاکم بر ایران و شرکاش مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، بیش از هر چیزی میتواند متوجه شخص آقای خامنه ای باشه که بخش بزرگی از ثروت کشور رو در انحصار خودش داره. این شعار البته میتونه به شکل عمومی تر غیر از حقوق بازنشستگان حتی عنوان بکنه که ثروت ملت ما زیر عباس امروز. در مجتمع نیشکر هفت تپه کماکان اعتراض کارگران ادامه داره. یک ماه حقوقشون رو دیروز واریز کردند و کارگران هم در بیانیه عده نقابدار رو که اموال کارخانه رو آسیب بهش زدن محکوم کردن، گفتن هیچ کارگری به دنبال آسیب زدن به اموال و دارایی های محل کار خودش نیست. صیادان بخش بردخون شهرستان دیر استان بوشهر هم جلوی بخشداری دست به تجمع اعتراضی زدن و برای اینکه از دولت میخوان که جلوی کشتی های کفروب رو که شرکت های خارجی به منطقه میارن بگیرن، برای اینکه این کشتی ها از کف دریا صید میکنن و عملا برداشت صیادان محلی بسیار کم شده، یعنی تنها ممر درآمد اونها با مشکل مواجه شد. 1200 کارگر کارخانه کیان تایر هم نگران کاهش تولید کارخانه هستند که از سوی هیئت حمایت از صنایع که مدیریت کارخانه رو داره در دستور قرار گرفته، جمعی از اونها جلوی نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدن. موضوع دوم این که سازمان عفو بین الملل در بیانیه تایید حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی به اتهام جاسوسی رو محکوم کرده و خواستار آزادی او شد. علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی هم اطلاع رسانی کرده که محسن هاشمی، یاسر هاشمی، فائزه هاشمی و پسر فائزه ممنوع خروج هستند. موضوع سوم این که باز هم راهیان نور فاجعه خلق کرد. اتوبوس راهیان نور که سازماندهی اون در دست بسیج و نهایتا سپاه هست، دختران دانش آموز خراسانی رو این بار به قتلگاه خوزستان و جبهه های سابق جنگ برد و در محور سوسنگر باجگونی اتوبوس تا کنون دست کم 8 کشته به جا گذاشت. فرماندار قصر شیرین هم خبر داده از اینکه بیش از 90% مردم این شهر، یعنی 5 تا 6 هزار خانوار، هنوز زیر چادر زندگی می‌کنند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید آقای خجسته هم خبر داده از اینکه 31 نفر از عوامل اختلاس در بانک دی، بانک وابسته به بنیاد شهید، در بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان کشور هم بیش از 1100 میلیارد تومان وامی گرفتند که پس ندادند و دیگه هم قابل وصول نیست.
نیست. او گفته که تنها با گذاشتن یک وسیله 100 میلیارد تومانی چنین گامی کلانی رو گرفتند. ضمناً او گفته که همین گروه و گروه های اختلاس کننده دیگه در بانک دی و بنیاد شهید از محل صرافی دی یک اختلاس 500 میلیارد تومانی کرده بودند که به گفته آقای خجسته موفق شدن پول رو برگردونن به صندوق بنیاد شهید. موضوع چهارم این که آقای روحانی با اسماعیل هنیه صحبت کرده و همینطور آقای سلیمانی، سردار سلیمانی با مسئولین نظامی حماس در گردانهای ضد قسام و جهاد اسلامی صحبت کرده و اونها رو تشویق به جنگ با اسرائیل کردن و اینکه جمهوری اسلامی پشتیبان جنگ و عملیات نظامی اونهاست. آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در سخنرانی عنوان کرده که انصار الله یمن که ایران حمایت میکنه این بار باید نفت کشهای در دریای سرخ و خلیج عدن رو آماج حمله قرار میده. روزنامه شرق در گزارشی خبر داده از اینکه 49 جلسه تاکنون در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر در سکوت کامل برگزار شده و تنها مسئولین به این اکتفا می کنند که بگویند توافق‌ها حاصل شده و معلوم نیست که چه بخش از وسعت سرزمینی ایران رو واگذار کردن یا منابع زیر دریا یا سایر حقوق ملت ایران در دریای مازندران رو به روس‌ها و اقمار دیگر او در حاشیه دریای مازندران بخشیدن. موضوع پنجم این که وزیر خارجه فرانسه عنوان کرده که پاریس نمیتواند بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران نفوذ خودش رو تا دریای مدیترانه بخواد گسترش بده. او گفته تنها روند قابل قبول هم در سوریه و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل. تهران واکنش تندی نشون داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته این مواضع وزیر خارجه فرانسه جانبداران است و بحران بالقوه را واقعی میکنه. البته معلوم نیست چه بحرانی از جنگ داخلی 7 ساله واقعی تره و بالفعل تره. آقای یوری شاکوف مشاور آقای پوتین هم عنوان کرده که ایران در جریان اظهار آقای پوتین نبوده که میخواد نیروهاش رو کاهش بده و گفته که ما وظیفه هم نداشتیم که ایران رو در جریان کاهش نیروهامون در سوریه بگذاریم. در دادگاه رضا زراب در نیویورک هم یک شاهد جدید به نام حسین پرکماز وارد صحنه شده که با عینک در صحنه دادگاه حاضر میشه و عنوان کرده که آقای اردوغان شخصا در جریان سوء استفاده های مالی رضا زراب و رشوه و غیره و دور زدن تحریم ها دخالت داشته و در جریان بود. اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفته یک نیروی متحد بین المللی درست بکنه برای مقابله با بحران های بین المللی از اعضای اتحادیه اروپا، موضوعی که قبلا انگلیس ها مخالفت میکردن و الان رضوان نبودن انگلیس عملی میشه. به ترتیب اروپا به نوعی از نوابستگی خودش به امریکا در عرصه نظامی کاهش خواهد داد. اما موضوع آخر این که فیلم آقای محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه در دانشگاه شریف که سوت بلبلی بدون دست میزنه با دهن خودش در شبکه‌های اجتماعی خیلی چرخیده و جالبه که همه جای دنیا قضات و
و حقوقدانان سمبل ادب و متانت هستند، اما در ایران معاون قوه قضاییه سوت بلبلی میزنه. آیت الله ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم فرمودند که در نظام اسلامی زنان سلطنت می‌کنند. برداشت ایشون از حقوق زنان این است که نباید کار کنند و چون کار نمی‌کنند دارن سلطنت می‌کنند. ضمناً ایشون فرمودند، شوخی دیگه هم کردند، و اون که رابطه مردم با روحانیت اصلا کم نشده و ارتباط و احترام سابق رو دارند. اندکه سبز هر نزدیک است تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.